بسیار تشکر از افیز جان و ما خوب بخاری ماندیم، ولی با اتاقای دیگه معتما از صندلی هایی که افیز جان گفتن حتما خریداری میکنیم. واقعا زیبا هم بود و بیشتر از خانواده ها قبل از اینکه در فصل خزان یک کمک هوا سرد شه و صندلی میمانند تا که هوا بیشتر سرد میشه باز بخاری میمانند، ولی در حال حاضر افیز جان ما هم بخاری ماندیم و تا جایی که معلومات دارم رسم جانشان هم بخاری ماندن. در حال حاضر هم مهماندار هستیم خانم بصیره رایز، روانشناس با ما در برنامه هستن و امروز هم در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم بر ما معلومات خود دادن، این که اضطراب چی است. معمولا در زندگی ما با وضعیت‌های گوناگون مواجه میشیم که از جمله استرس می باشه که حتما یک دلیل می داشته باشه، ولی اضطراب که دلیلش چی است، چرا بیشتر از اشخاص مضطرب می باشن، چگونه جلو اضطراب بگیریم و فرقش با استرس چی است، خانم بصیره رایز بر ما معلومات خود دادن. خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلام علیکم، خوش آمدین شما، صبح شما بخیر، صبح هم هموطنان عزیز ما بخیر، امیدوار هستم که خوش سرحال باشم. بسیار تشکر، سلامت باشین. خب امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم و بسیار جالب هست که خانم بصیره شما بر ما معلومات خود دادن در مورد اضطراب. خب در نخست یک معلومات کوتاه در مورد اضطراب چی است، مفهوم اضطراب چی است؟ بله، اضطراب از نامش معلوم است، یعنی یک نگرانی. اضطراب عبارت از نگرانی بی مورد یا ترس بی جای است که شامل دل هره، هیجان، ترس و وحشت زدگی امی حالت می داشته باشد. اضطراب معمولا یک با سبب در اثر افزایش استرس اضطراب به وجود می آید. یعنی استرس معمولا تمام ما دچار استرس میشیم در روزمره، بسیار کم کمی، در مجموع استرس و اضطراب هر دوشان یک حالت است که بر انسان خوب است، در اصل خوب است، برام اضطراب استرس طبیعی یاد میشه اگه کم باشه، اگه موردش زیاد میشه بیشتر میشه، حالتش ترسناک میشه، وحشت زده میشه، دلهره فرد پیدا میکنه، در این حالت است که اضطراب به انسان خطرناک میشه، به اختلال اضطرابی تبدیل میشه. بله. او اضطراب خطرناک میشه. بله، خب فرقش با استرس چی است؟ چرا ما نمیتونیم استرس خود کنترل کنیم تا او به اضطراب تبدیل میشه و چه مشکلات را اضطراب ایجاد کرده میتونه اگر پیشرفته شود؟ در مجموع یک رویداد ناخوشایند به ما وجود میه یا یک مانع سر رای ما به وجود میه، این سبب میشه که به ما استرس پیدا شوه و اینمی استرس ما را به تحرک مندازه. خوب است، ما میریم تلاش میکنیم، به سوی فعالیت خود میریم، اما اگه استرس ما بیشتر میشه و بی مورد میشه، در این صورت مثلا یک نفر میره باغوش میبینه شیر اونجا است، یک بار شیر خطا میخوره از همون جایی که بسته شده خطا میخوره، این وقتی که این نفر پشت شیر میدوه اینمی حالت است که یا مثلا بسیار بیش از حد میترسه، یک کم ترس پیدا میکنه و استرسش از مشکل نداره، باید خود نجات بده، فرار کنه از این. اگر این ترسش بیش از حد زیاد میشه و دوامدار میشه، این به اضطراب تبدیل میشه که بالاخره این علائم دی میمونه تا ماها و هفته ها طول میکشه و همیشه ای در ذهنش میآید، تصویر از او شیر در ذهنش میآید و وضعیتش دوگام خطرناک میشه و وحشتناک میشه. این میست که بس اختلال استرابی تبدیل شده و این فرد سخت به مشکل دچار است. بله. که ضرورت به تداوی داره. خب بجدا از این کدام نشانه ها و کدام علائم دیگه را در وجود ما میبینیم یا در وجود یک شخص میبینیم که ما ایره تشخیص کرده میتونیم که واقعا استراب داره و استرابش هم پیشرفته است؟ بله، اضطراب علائم مشخص خود داره که مثلا کسی که فردی که دچار اضطراب شده حالت ترس داره، حالت تهور داره، بیقراری داره، دهانش خشک میشه، پیشانیش، دستایش، همه وجودش عرق میکنه، میلرزه بدون دلیل. اضطراب گفتم یک ترس بی مورد است یا ترس بیش از حد است. مثلا تا یک حدی یک اندازه ما از یک چیز باید بترسیم، نگرانش باشیم، مگه از او که بیشتر میشه استرس ما افزایش پیدا میکنه، او وقت که از غده ادرنالین ما افزایش پیدا میکنه زیاد میشه، اون وقت دیگه در هورمونای ما تغییرات به وجود میه و استراب بر ما دچار استراب شدیم و اینمی ترس است و دلهره است و هیجانات است، تپش قلب است، لرزش دستاست، خشکی دهن است،
تمام از این علائم استراب است. بسیار خوب. و دلیلش تنها استرس بوده میتونه که ما استرس خود کنترل نتونیم، بالا استرس خود حاکم نشیم، استرس ما تبدیل به استراب میشه و یا هم ارثی هم میباشه، بعض اوقات از پدر مادر و یا هم از فامیلی که دچار استرس زیاد میباشن یا هم مضطرب هستن، از اونا هم ما مشکل به خود میگیریم. بسیار زیاد تشکر، نقطه بسیار خوب اشاره کردین که ما را میبریم به طرف عواملش. اضطراب عوامل متعدد داره، تنها کمبود یا تغییرات هورمونی یا افزایش غده افزایش ادرنالین نمی باشه عواملش. عوامل متعدد داره، میتونه عوامل بیولوژیکی باشه یا جسمانی باشه، میتونه عوامل زیستی و بیولوژیکی گفتیم میتونه باشه، عوامل اجتماعی میتونه باشه، عوامل محیطی میتونه باشه که از عوامل بیولوژیکیش گفتیم نام بردیم که تغییرات هورمونی میتونه باشه. مثلا فردی که یک خانم که حامل است دیش تغییرات هورمونی میاد، یا فردی که خانمایی که دچار عادت ماوار میشه دیش یک یا تغییرات است. بله زودگذر تغییرات هورمونی است، خلاصه در وجود انسان به وجود میاد و این دچار نگرانی یا استراب میشه. و دیگه تغییرات اجتماعی می باشه، تغییرات زیستی است، محیطی است که مثلا فرد یک طفلک است، محیط خود تغییر میده، از یک جای به جای دیگه میره، مکتبش تغییر میخوره، وظیفش تغییر میخوره، یا مثلا مسئله جدایی است، مسائل عاطفی می باشه، جدایی است، مثلا ترک عزیزان است که در این حالات ما دچار استراب میشیم، فرد مشکل زده میشه. دیگه اینمی عوامل اجتماعی و زیستی و محیطیش. از تغییرات هورمونی یاد کردن. بله. زمانی که یک مادر حامله می باشه و او استرس بیش از حد می داشته باشه، ما معلومات داریم که میگن در ماهای اول استرس می داشته باشه و یک چیز عادی می باشه، دلهوره تشویشه، ولی به بعض خانم ها توجه نمیشه و او استراب و استرسش بیشتر میشه تا که طفلشان تولد میشه. آیا این بالای روحی هم طفل تاثیر میمونه؟ آیا میتونه از مادر خود به ارث ببره می استراب؟ دقیقاً این موضوع برمیخوره به از حالات روانی طفل که چه قسم از حالات روانی مادر بالای طفل تاثیر میگذاره. یه در برنامه قبل ما گفته بودم که از مرحله انعطاف نطفه، وقتی که نطفه به وجود میه یا حتی 4 ماه پیش از تولد چیز به وجود آمدن نطفه ای وجود داره، در روی تاثیر روحی مادر بالای طفل، بازو چی استراب باشه، افسردگی باشه، استرس باشه، هر چی که باشه، از اون مرحله که شروع میشه تاثیرات حالت روحی مادر تاثیر میکنه بالای ازو تا مرحله که تولد میشه و بعد از تولد. این بسیار تاثیر خطرناک داره، باید از مادرها زیاد در حالت که حامله میباشه، مادرای که عمل داره باید از متوجه حالت روی خود باشه، بخاطر که هر قدر که مادر آرام میباشه در آرامش قرار داره، اما قدر طفل از حالت روحی خوب و سالم برخوردار میباشه. بله. و چه راههای حل وجود داره؟ زمان که ما کلان میباشیم اگر یک مشکل بر ما ایجاد شوه، به مرور زمان میتونیم دوباره عادت خود دور کنیم و هم اما مشکل در وجود ما از بین بره، مثلا استراب است. اما زمان که یک طفل از طفولیت خود مضطرب بزرگ شوه، به نظر شما راههای تداوی از او است و یا هم آسان بوده میتونه تداویش؟ بله، استراب استرس اردوش در کودکان و نوجوانان وجود داره. در کودکان چه قسم استراب به وجود میاد؟ در صورتی که امین محیط خانواده برش امن نباشه، یکی مادر در حالت در وقت کاملا میباشه نارام باشه، محیط خانواده برش ناامن باشه، پرخاشگر باشه، یا طفل موقعیتش تغییر کنه، مثلا مکانش تغییر کنه، یا مادر پدر خود از دست بده، یا خشونت علیه طفل صورت بگیره، چی در مکتب، چی معلم ها، معلم صاحب ها، چی والدین، بالایش رفتار ناخوشایند امرای اطفال انجام میدن، و یا این فرق بین طفل ها به وجود میارن مادر پدر، یا بیش از زد طفل خود تعقیب میکنه. مثلا بعض مادرها و پدرها است که میخواد که تا هر اون چیزی که من گفتم همه قسم باید طفلم یا نوجوان یا دختر یا پسر که نوجوان است باید امور کنترل کنه بیش از حد. این باعث از این میشه که امو نوجوانا یا اطفال در خانه خود یک نگرانی و استراب داشته باشن و هر آن چیز از والدین خود پت کنن، پنهان کنن. اینمی سبب از این میشه که فکرش، هیجانش نارام باشه و دچار استراب شود. بله. حل وجود داره؟ بله. زمان که ما سوال کردین برای حلش میرفتم، زمان که ما توجه میکنیم و متوجه ازی میشیم که در وجود ما استراب است و ما یک انسان مضطرب هستیم، در او حالت باید چه کارهایی را انجام بدیم؟ راه های تداویش چی است؟ بله،
فردی که دچار اضطراب میشه، اضطراب گفتیم عوامل ارثی داره. بیشتر خودت یادآوری کردی که از والدین انتقال میکنه، همون سببش کروموزومایی است که از پدر مادر میباشه. ارثی میتونه باشه، محیطی میتونه باشه، مرضی میتونه باشه که از مرض انتقال کنه. اینا راه های حل متعدد. نه، اول دو راه حل عمومی که به حساب روانشناسا ما تداوی میکنیم، یکی روان درمانی است، دیگه دارو درمانی. در صورتی که اضطراب شدید میباشه، ما باید از دارو درمانی کنیم، باز بعدش روان درمانی. در صورتی که افراد است که بسیارش دچار اضطراب شده ولی تنها امی دارو درمانی میکنه، که نیمه دارو درمانی سبب میشه که هیچ مشکل از یا جور نشه. وقتی که داروشن خلاص میشه، دوباره دچار همون مشکل میشن. به خاطر از اینکه ریشه‌کن نشده، عاملش پیدا نشده، تغییر رفتاری در این صورت نگرفته، چون یکی از علل اضطراب مشکلات رفتاری است که در رفتار از این بعض مشکلات وجود داره که اونم قسم گفتم تربیه فامیلی درست نمیشده باشه، فامیل والدین در رویه خوب نمیکرده باشه، حال نیاز است که باید از یک سلسله تغییرات رفتار از این وجود بیاد. این دوا به این نتیجه نمیده و این تا سالها و یک سال، ده سال، 20 سال تا دوام میکنه اضطراب از این که مزمن میشه. بنابراین دو نوع تداوی داریم، تداوی دارو درمانی، روان درمانی. شدید اول روان درمانی، دارو درمانی، باز روان درمانی میشه، باز خفیفش که هسته به مو روان درمانی که توسط روانشناسا صورت میگیره انجام میشه. که نمی روان درمانی از این استپای مختلف داره. اول باید از شناسایی شوه، شناس شوه که ریشه اضطراب از این از کدام بخش هسته. عواملش براتون یادآوری کردم، گفتم که مثلا عوامل متعدد داره، اونو ارثیسته، ای مرضیسته، ای از بیولوژیکیسته، مشکلش چیست، ریشه چیست. ریشه است که شناسایی شد، با سر امو بخش از امو کار میشه که چه قسم میره از بین ببریم. توسط روان درمانی تکنیک های مختلف برش وجود داریم. مثلا بعض از اضطراب هایی است که کوتاه مدت است، خفیف است. این را ما میتونیم توسط یک مشوره روانشناس کوتاه کار کنیم. مثلا باز برش تمرین میدیم، تمرین های تنش زدایی است. تنش اضطراب چون است، مثلا فرد نارام است، دلهوره داره، اینمی یک تمرین تنش زدایی ما داریم برش که او را کتش کار میکنه روانشناس، او کم کم آرام میشه. بعد از که آرام شد، از اضطراب یا چیزی که ترسیده فرد، یک تمرین دیگه برام داریم، تمرین تنش زدایی، یعنی به سلسله مراتب او را از ترسش دور میکنیم. به او شکل او تمرینان هم رایش کار میکنیم، اضطرابش کمتر میشه. بله. و مقصد خودت فکر کنم پیشگیری از اضطراب است، که یعنی چی کارا رو کنیم که اضطراب نباشه ایش. اضطراب نداشته باشیم. مثلا فردی که میخواد دچار اضطراب نشه، حالا خب اضطراب که داشت، خب اگه شدید بود باید از روان درمانی و دارو درمانی شه، اگه نبود، اگه نال میخواییم که اضطراب ما رو نگیره، پیشگیری شو از اضطراب، باید بعض راهکارها رو ما پیش ببریم. مثلا کدام راهکارها؟ مثلا یکی از راهکارهای ازی است که ما تغییر در زندگی خود همیشه داشته باشیم، تغییرات در زندگی خود بیاریم، در رژیم غذایی خود تغییرات بیاریم. همیشه یک رقم زندگی نکنیم، همیشه حتی مکان خود تغییر بدیم. دیگه در اطفال کوشش کنن مادرها اونا را استقلالیت بده، نوجوانا و اطفالا بگذاره در زندگیشان استقلالیت داشته باشن، خودشان پیش برن زندگی خود، فقط متوجهشان باشه، از دور نظارتشان کنه، کنترلشان کنه. هر کدام چیز اشتباه را داشت می‌بینن، همراهشان بشنشن، به خوبی گپ بزنن که نیروی اشتباه است. مگم در مجموع اینا را بانه که به زندگی خود خودشان به روال طبیعی پیش ببرن، اینا استرابشان کم میشه. دیگه مثلا موقعیت گفتم تغییر مکان است، که بعض اوقات از این یک جای ما دل سرد میشیم یا خسته کن میشیم یا بر ما یک حالت بد دست میتینی میجای، پس ما باید این موقعیت خود تغییر بدیم. بله، اگر کدام وقت ما نمیتونیم که مثلا موقعیت تغییر بدیم، یا بعض اوقات از طرف فامیل بسیار فشار سر ما میاد، منظورم از یک نوجوان است، زمان که بسیار سر فشار میاد و نمیتونه که همون موقعیت خودم تغییر بده، در اون حالت باید چیکارای انجام بدیم؟ بله، خب تنها راهکارش یگانه رایش تغییر موقعیت نیست، راه های دیگه هم وجود داره. مثلا ما ورزش کنیم، همیشه برنامه داشته باشیم، هدف داشته باشیم. وقتی که فکر ما مشغول می باشه، هیچگاه فکر ما طرف چیزهای نگران کننده نمیشه. معمولا ما نگرانی ما به طرف آینده می باشه، یا در گذشته یک ترس شدید می داشته باشیم که می داشته چیز فکر ما میره در اون طرف. بنابراین اگه ما یک
برنامه روزمره داشته باشیم، منظم داشته باشیم، در کنارش ورزش داشته باشیم، تفریح داشته باشیم، رژیم غذایی منظم داشته باشیم، هیچ وقت فکر ما مغشوش نمیشه، وقت به این نمیمونه که ما در چیزهای ناحق فکر کنیم و نگرانیمو بیشتر شود. بله، پلان های منظم را باید به زندگی خود داشته باشیم تا استرس در وجود خود راه نتیم. به نظر شما یک روان درمان تنها میتونه که فقط با مدارو با یگان نظریات می باشه بر مریض خود میته که باید امور عملی بسازه، به نظر شما تنها یک روان درمان میتونه تمام مشکلات یک مریض خود حل کنه یا تنها در پهلوش خانواده های هر مریض هم نقش دارن در تداوی امو مریض؟ بله، چطوره؟ ما معمولا وقتی که تداوی میکنیم مریض خود تنها سر فوکس خود سر از نمیگیریم که خودمو مریض باید کتش کار کنیم، فامیلش هم میخواییم، فامیلش بسیار زیاد حمایت کنندهش هسته، اگر فامیلش همکاری همراهش نکنه مریض نمیتونه خود تغییر بده. فامیلش 100% رول داره، اطرافیانش رول داره، دوستانش رول داره و کسی که در مکتب میره، اطفال که مکتب میره، معلمینش، کسایی که باش در کانتاکت هست، باید از چه قسم با او رویه کنه، زمینه را برش مساعد بسازه، او را بیشتر تشویق کنه، کارهای بعدشه، کارهای مشکل دارشه، او را در نظر نگیره، تنها راهنمایی کنه. دیگه فامیل، حمایت فامیلی 100% در قسمت تداویش رول داره. دقیقاً. بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردین و روز خوب و خوش بر شما میخوایم. موفق باشین. تشکر. سلامت باشین. و بیننده های عزیز، برنامه صبح زندگی هم ادامه داره و اگر دوستایی که میخواین تکراری بخش برنامه رو ببینین میتونین بر چنل یوتیوب ما هم سر بزنین و تکرار بخش های مختلف برنامه ما رو ببینین. در حال حاضر هم یک وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم.